الان ماشین میره جلو، همین راحتی رفت. حالا وایسا بیا عقب، اینم از عقب اومدنش. بیا 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 بیا. نسل جدید هیوندای سانتافه به تازگی وارد کشور شده. من الان میخوام استارت بزنم ماشین رو بهتون نشون بدم. ببینید این اولین آپشنش، چراغ‌های جلوش رو میبینید. این المان اچ رو خیلی تو قسمت‌های مختلف این سانتافه خواهید دید، اونم بیشتر به خاطر حرف معروف هیوندای که میدونید دیگه شکلش چجوریه. داخل کابین رو هم بهتون نشون میدم، با ما همراه باشید. یه ویدیو میخوام از این سانتافه بگیرم، امیدوارم ازش خوشتون بیاد. من اینم خاموش کنم، برای خاموش کردن ماشین خاموش شد. نسل دوم و سوم هیوندای سانتافه توی ایران به وفور پیدا میشه و خیلی هم طرفدار داره. نسل چهارمش خورد به داستان ممنوعیت واردات و محدود شدن ورود خودروهای غیر چینی به کشور و متاسفانه دیگه شاهد ورود نسل چهارم هیوندای سانتافه نبودیم و فقط تعداد انگشت شماری از این خودرو اونم به صورت سفارتی وارد کشور شدن و پلاک شدن. بعد از اون دیگه هیچ وارداتی برای خودرو سانتافه صورت نگرفت و همچنان هم طرفداران این خودروی شاسی بلند استثنایی محروم هم از این ماشین. این که این سانتافه‌ای که اینجا می‌بینید نسل پنجم، دومین دستگاهی باشه که وارد شده به کشور. من هم حالا امروز فرصت شد از این ماشین یه گزارش میخوام بگیرم که بهتون نشون بدم این ماشین جدید 2024 چه آپشن هایی داره و چه ویژگی هایی داره. در خصوص طراحی این ماشین همیشه گفتم طراحی ماشین و موتور سلیقه‌ایه، یکی خوشش میاد یکی خوشش نمیاد، اونم هر ماشینی. من اگر بخوام بهتون میگم الان خیلی با طراحی مازراتی گرند کابریو که اینجا میبینید حال میکنن، یه ده حال نمیکنن، یا این الیکس یا این رفور یا حتی اون لنکروز. میگم کاملا سلیقه‌ایه، اما در خصوص سانتافه اجازه بدید راحت بهتون میگم من با طراحیش اصلا حال نکردم. حالت قوطی کبریته. خیلی ها میگن طراحیش خیلی قشنگه، از نزدیک ببینید زیباست، اما من واقعا با طراحی این ماشین تو این یکی دو ساعتی که اینجا هستم نتونستم ارتباط بگیرم. خودروی مثل سری 7 جدید همه میگن طراحیش خوشگل نیست، زشته، فلانه، ولی من گفتم طراحی سری 7 رو شما باید از نزدیک ببینید. از نزدیک دیدنش خیلی جذابه، ابهت داره، ولی من انتظار داشتم سانتافه جدیدو اگر از نزدیک ببینیم مثل داستان سری 7 بشه، ببینیم که خیلی خوشگله و خیلی جذابه، ولی نه متاسفانه اینه عکسایی که داره یه خورده خنگه. یعنی اصلا به درد ترند سال نمیخوره. مثلا بگم که روی ترند سال طراحی شده، چه میدونم یه نواخت یه خورده طراحی خیلی جذابی داره، یا اصلا طراحا مثل بقیه خودروهای جدید روش کار کردن. نه اینجوری نیست، اصلا انگار توی دنیای دیگه طراحی کرده بودن. فکر کنم گل کشیده بودن، نمیدونم گل زده بودن چه، تا حالت طبیعی نبودن، گل زده بودن. هشیش بنگ. قبل از هر چیز این چراغ جلو رو شما ببینید چقدر خوشگله. شاید بتونم بهتون بگم تو طراحی این ماشین تنها بخشی که خیلی جذابش کرده این چراغ جلوی دوتا اچی که میبینید و این نوار یه تیکهی که این قسمت در نظر گرفته شده باشه. تو قسمت عقب هم ببینید خیلی خنگه. آخه این چیه؟ این هم همینطور، یه دونه اچ اینجاست یه دونه هم اچ. ولی آخه مثلا من با این حال نکردم، این چیه؟ خیلی زشتش کرده ماشینو. نسل چهارم هیوندای سانتافه که با کد MX5 از سال 2013 معرفی شد و به عنوان مدل 2024 روانه بازار شد، توی کشور کره و آمریکا تولید میشه. ماشینی که اینجا میبینید یه موتور 4 سیلندر 2.5 لیتری توربو داره، همونطور که این
انتهای خود رو نوشته. و نکته که باید بهتون بگم اینه که نسل پنجم هیوندای سانتافه با دو تا موتور تنفس طبیعی بنزینی، یه موتور بنزینی هیبرید و یه دونه پلاگین هیبرید روانه بازار میشه. گیربکس 6 سرعته و 8 سرعته اتوماتیک داره. خب من یه بار ماشین رو روشن کنم بهتون نشون بدم. البته این ریموتیه که میبینید، طراحی این ریموت تو محصولات جدید هیوندای به چشم میخوره که بازم جای بحث داره. شما از روی این ریموت میتونید هم صندوق عقب رو باز کنید، هم ماشین رو تو حالت پارک عقب یا جلو ببرید که در ادامه بهتون میگم به چه صورته. برای روشن کردن باز یه بار این دکمه قفل رو میزنید، هولد رو نگه میدارید، ماشین روشن میشه. و حالا شما این دمپرها رو نگاه کنید، نحوه باز و بسته شدنش. نکته جالبیه که توی این ماشین به چشم میخوره، به نوعی خیلی نوآوری باحالی. البته خب اینو توی سری 7 و سری 5 دیدید منطقا، ولی خب من توی ماشینای کره‌ای ندیده بودم، گفتم براتون بگیرم بهتون نشون بدم. چراغ‌های جلو رو می‌بینید. من اجازه ببینم، این هم از این اچ معروف و این هم یه چراغ دیگه که از اینجا هست تا اون قسمت سر تا سریه. ترند دنیا این بوده که این یه تیکه چراغ یه تیکه همیشه عقب باشه، ولی توی سانتافه حالا جلو هم می‌بینید. بریم داخل کابین رو بهتون نشون بدم. قبل از هر چیز ببینید الان ماشین روشنه و استانداردهای جدید دنیا اینجوری شده که ماشین تا زمانی که باز میشه و اهرم تعویض‌زننده رو فشار ندید ماشین خاموش نمیشه. ببینید تو یک سری از ماشین ها مثل رفورهای 2017 یا 18 اگر اشتباه نکنم، وقتی موتور رو روشن میکردی از روی ریموت دست میزدی به این دستگیره و میکشیدی ماشین خاموش میشد. اما توی این نگاه کنید، اجازه بدید ببینید الان ماشین روشنه. من بشینم داخل کابین و تا زمانی که این اهرم تعویض‌زننده رو لمس نکنم و تعویض نکنم ماشین رو همینجوری روشنه. شما میتونید از سیستم تهویه استفاده کنید، سیستم مولتی مدیا رو استفاده کنید. و حالا من اینجا الان پا میذارم رو ترمز، میذارم روی ماشین خاموش شد. ما رو چیز که حالا ضایع که نکرد، ولی کلا از نظر امنیتی اینجوری ماشین خاموش شد. ولی به نظر من بهتره که وقتی دستگیره رو فشار میدی یعنی باز میکنی ماشین خاموشه، این خیلی بهتره. خب اول بیاید من این قسمت رو بهتون بگم. این رینگای ماشینه، رینگای 20 اینچ و این تایرهای نکسن زیر ماشینه، سنسور پارک، دوربین 360 رو شما اینجا میبینید، نوشته سانتافه رو اینجا میبینید، باک باربند اینجا هم باربندشه، قسمت عقب، دوربین عقب اینجا هم برای باز شدن صندوق عقبه که الان من بهتون نشون میدم. این اگزوز ها واقعیه، خدا رو شکر کیک نیست. این قسمت کناری همینطور که میبینید. شیشه های ردیف عقب خیلی مستطیله، میگم طراحیش عین مثلا چجوری بگم، عین جیپه، حالا نه مثل جیپ ها یا عین هامر، خیلی مکعب طور مستطیل طوره. شما سکویا رو ببینید اصلا اینجوری نیست. این فریم پنجره عقب رو شما ببینید، یه قوسی باز داره ولی توی این کاملا انگار خطکش گذاشتن زدن. این از این صندوق عقب رو باز میکنیم و بعدش بریم قسمت داخل کابین رو ببینیم. این از نحوه باز شدن صندوق عقب و فضای صندوق عقب، جای پلاک. این هم از این، ماشین 7 نفر است همینطور که میبینید. سیستم تهویه برای ردیف عقب در نظر گرفته شده، از این طریق شما میتونید این دوتا صندلی ردیف عقب رو باز و بسته کنید. کاپ هولر
دو تا اینجا در نظر گرفته شده و دو تا هم این قسمت. جالبه توی این ماشین کاپ هولدر زیاد استفاده شده، خروجی برق 12 ولت. سقف ماشین جیره، این نکته نکته خیلی باحالیه. یه همچین ماشینی، این ماشین فول آپشن هم نیستا، یه همچین ماشینی سقفش جیره. نگاه کنید چقدر هوندای اهمیت داده به سرنشین ها. و این هم از فضای ردیف عقب که وسیله ها و اینجور داستان ها رو میتونید قرار بدید. چه جکای قرص و محکمی هم داره. این هم از این و این هم از صندوق برقیش همینطور که میبینید. بیایید اول بریم ردیف عقب رو ببینیم. یه نکته ای که میخوام بهتون بگم، این سایز در ماشینه، شما ببینید این سایز در عقب خیلی بزرگه، دقیقا یه جورای اندازه سکویا. سکویا که میدونید دیگه ماشین عجیب غریب و فول سایز تویوتاه و یه جورای این در این سانتافه اندازه همون در ردیف عقبه. یکی از پوینت های مثبت این مورد اینه که راحت سرنشین میتونه سوار شه و پیاده بشه. تو این قسمت چی دارید؟ یکی از نکاتی که خیلی جلب توجه میکنه این چوبیه که اینجا کار شده. انتظارش رو واقعا نداشتم، یه چوب واقعا با کیفیت، چرم، پلاستیک خشک، پلاستیک خشک، اینجا هم پلاستیک خشک، یه کاپ هولدر، دو تا کاپ هولدر هم اینجا. حالا شما اینجا میتونید موبایلتون رو قرار بدید. تریم آلومینیوم، اینجا هم چرم و این هم از پرده عقب که به صورت دستی جمع میشه. این از این. این آزرای نسل جدیده، حالا هی تو فیلم هم میاد ولی گفتم که بهتون میگم این آزرای نسل جدیده. بعدا از این هم فیلم میذارم، تو کپشن میتونید اونم ببینید. این فعلا از این. اینجا هم نوشته سانتافه. صندلی های ردیف دوم همینطور که میبینید به صورت دستی جمع میشن که فضای بیشتری رو داشته باشید برای قرار دادن وسیله هاتون. من اینو وایدش کنم، یه خورده کیفیت فیلم میاد پایین ولی میخوام فضای داخل کابین رو این حالت بهتون نشون بدم که ببینید. دوتا سانروف داره ماشین، یه دونه سانروف که این قسمته، یه دونه اینجاست. البته این ثابته و فقط این پرده که اینجا میبینید میاد که بسته شه جلوی نور رو بگیره. این فضای قسمت عقب. دریچه سیستم تهویه دارید که این نماد هیوندای باز تو شما میبینید. دستگیره اینجا و اینا چراغ مطالعه. یه نکته دیگه بهتون بگم، اینجا یه دونه محفظه داره که به نوعی کول باکسش، شما میتونید حالا آب معدنی یا وسیلاتون رو قرار بدید و از اون طریق که میره تو خنک میشه و هم سرنشینای عقب میتونن استفاده کنن هم سرنشینای جلو. چون ماشین حالا یه سریش مشما داره، یه قسمت زیادیش، من دیگه این مشما رو پاره نمیکنم، بعد ماشین بره دست صاحبش. ولی اینو که میدی پایین، دو تا کاپ هولدر هم اینجا دارید. فضای ردیف عقب واقعا زیاده و این هم از تنظیم صندلی ردیف عقب که به صورت دستی تنظیم میشه. چیز خاص دیگه ای نیست، شما از این طریق هم میتونید به این محفظه کنسول دسترسی پیدا کنید و سه چیزی میخواید قرار بدید. اینم که حالا جایی که بخواید وسیلاتون رو قرار بدید. چیز خاص دیگه نیست، فقط همین یه نکته که بهتون گفتم، یه دونه دریچه سیستم تهویه دارید و اینجا خبری از دکمه یا دریچه های سیستم تهویه نیست که خب توی این مورد خیلی بعید بود از هیوندای. بالاخره تو اینقدر داری پول میگیریم مشتری دید. کل ماشین های دنیا دارن این کارو میکنن، تا اینو اضافه میکردی که به جای این یه دونه سیستم تهویه خیلی مهمتره. این از فضای ردیف عقب و بریم قسمت
جلو رو ببینیم. اما تو قسمت جلو اول از همه این رودری مثل رودری سرنشینای عقب یکیه، چرم کار شده، چوب و پلاستیک. شما از اینجا میتونید شیشه های عقب و باز و بسته کردن درها رو کنترل کنید، آینه های جانبی رو کنترل کنید، چیز خاص دیگه نیست. یه کاپ هولدر هم این قسمت تعبیه شده و اینجا هم یه محفظه‌ای که بخواید وسیلتون رو قرار بدید. در نسبتاً سنگینه، دیگه اذیت میکنه. در کابین رو ببندم. این از این. این فضای قسمت جلوی هیوندای سانتافه است. من یه استارت بزنم، صدای موتور رو بشنوید که چقدر صدای نرمی داره. شما اینجا شارژر وایلس رو دارید، یه صفحه نمایش برای سیستم تهویه، یه دونه دوتا هم صفحه نمایش که میبینید متصلم به هم. تو قسمت جلو این جلو چی دارید؟ چرم و بلنگوهای ماشین رو دارید همینطور که میبینید. من این از طریق این دکمه میتونید همونطور که گفتم اینجا رو ببندید. این از این. این هم به صورت دستیه، این سانروف. سایبون راننده که آینه رو داره و منطقا سایبون سرنشین کناری هم همینطور. اجازه بدید من ماشین رو سرد کنش رو روشن کنم و سیستم تهویه هم همینطور. دوستان یه خورده دیگه دارم این تو میپزم. خب این از این قسمت. خب یه نکته جالب توجه این که توی این سانتافه یکی دو تا از دکمه ها، مثلا کنترل تو سراشیبی، دوربین 360، سنسور پارک اوتو هولد و درایو مودش به حالت دکمه ایه، چیزی که من خیلی باهاش حال میکنم، برخلاف خیلی از ماشین ها که همش تاج شده یا توی این قسمت خلاصه میشه. نکته ای که من باید بهتون بگم اینه که این ماشین سفارش خلیجه و تو بازار میدل ایست هیوندای سانتافه رو با دو موتور 2.5 لیتری 4 سیلندر تنفس طبیعی و 2.5 لیتری توربو عرضه میکنه که همونطور که گفتم این نسخه توربو. شما الان نگاه کنید مثلا قبله نما رو هم داره. ماشین هایی که سفارش خلیج هستن اکثرا یه همچین قابلیت هایی دارن. من قبلا از یه جنسیس هم گزارش گرفته بودم، اونم این آپشن رو داشت. این از این. آها من اینم بهتون بگم، ببینید گیربکس این ماشین 8 سرعته اتوماتیکه و دیگه خبری نیست که اینجا بخواد اهرم تعویض دنده قرار بگیره. اومده این پشت و خیلی ماهرانه و خیلی جذاب و خیلی نوآورانه اینو در نظر گرفته. من پام بذارم رو ترمز بهتون نشون بدم. ببینید این الان میره رو حالت دی، رو حالت ان و دنده عقب. بذارم این هم دنده عقب که حالا دوربین عقب رو نشون میده و که ماشین دوربین 360 هم داره. این بذارم روی ان، بخوایدم بذارید رو پی، یه دونه اینجوری اینو فشار بدید، اینو فشار بدید میره رو حالت پی. شما اینجا کروز کنترل رو میتونید تنظیماتش رو داشته باشید روی فرمون و سیستم مولتی مدیاتون. اینم که کم و زیاد کردن بلند صدای سیستم صوتی تونه. فرمون چرم، طراحی فرمون نمیگم خیلی جذاب جدیده، حالا باید بهش عادت کنی، ولی یه نکته که خیلی خوب توش ضعیفه این که این ماشین تنظیم صندلی، تنظیم فرمونش به صورت دستیه و برقی نیست. این قسمت چیا دارید؟ پارک برقیتون رو دارید، ESP و باز شدن، بذار من نشون بدم، باز شدن صندوق عقب از اینجا صورت میگیره. دریچه سیستم تهویه رو میبینید، این المان H که تو قسمت های مختلف خودرو هم باز بهتون نشون دادم. اینم از این دکمه استارت. خب
اینجا هم دو تا کاپ هولدر دارید شما، میتونید که قرار بدید. خروجی تایپ سی همینطور که میبینید. ببینم الان اینو میبرد شارژ میکنه یا نه، بعید میدونم. این شارژ نمیکنه، فقط همین یه دونه است، اینجا شارژ میکنه. یه محفظه هم اینجا دارید. بذارید من اینم باز از رو حالت زوم بیارم شو حالت واید بهتون قشنگ نشون بدم. تو این قسمت یه فضای محفظه که میتونید وسیلات رو قرار بدید و من همیشه مخالف این بودم، آخه این چیه و چندان هم جذاب نیست. اینجا چرم کار شده، این کنسول همینطور، داشبورد همینطور. اینو من بذار بزنم اوه بهتون اینم نشون بدم. تو اینم میتونید باز وسیلاتون رو قرار بدید، علاوه بر اینکه اینجا هم یه داشبورد دارید و این هم همینطور یه فضا که باز میتونید وسیلاتون قرار بدید. چقدر جالب بود این، هی جسته گریخته من دارم توضیح میدم، شرمنده. و این هم کنسول وسطی که بهتون نشون دادم. و اینکه الان ببینید شما اینجا یه محفظه دارید، میتونید وسیلاتون رو قرار بدید. این قسمت هم اون باکسی که سرنشینان ردیف عقب میتونن داشته باشنه. اینو اینجوری بکشی، باز هم اینجا میتونی یه چیزی رو جاساز کنی، هم اینجا. این چه حرکت خفنی بود از سانتافه. شرکت های خودروسازی جدیدن زدن تو کار تهیه جاساز ها. بعد این هم که بزنین اینجوری ببندم، این هم از این بسته میشه. موتور ماشین رو هم الان بهتون نشون میدم. ببینید این از قسمت داخل کابین، نکته خاص دیگه نیست. میگم تمام کارا رو میتونید از این طریق برای قسمت جلو انجام بدید. این هم صفحه نمایش تاچش که گفتم چی به چی و چه جوریه. حالا خیلی الانم نمیخوایم باش کار کنیم. این ببینم این بعد چیه، ستینگ و کارهایی که بخواید انجام بدید. این رو اینجور داستان ها میبینید، سنسور هایی هم که داره. این از این. حالا بریم موتور رو هم بهتون نشون بدم. ماشین گرم کن سرد کن صندلی های جلو رو داره، ولی خب برای عقب نه، این خبر ها نیست. خب این از این. چرا بوق داری میزنی؟ موتور این ماشین 277 اسب بخار قدرت و 427 نیوتن متر گشتاور تولید میکنه. همونطور که گفتم یه جبه دنده 8 سرعته داره، شتاب 0 تا 100ش 8 ثانیه است و حداکثر سرعت این ماشین هم 210 کیلومتر بر ساعته. این از شما ببینید. میگم ماشین تازه رسید دیگه، این قسمت ها رو نشد تمیز کنن، به بزرگی خودتون ببخشید. حالا یه آپشن خیلی خفن داره این سانتافه، من میخوام بهتون نشون بدم و اون هم این آپشنیه که بهتون گفتم. ببینید شما الان میتونید از این طریق ماشین رو از تو پارک در بیارید، بیارید جلو یا بیارید عقب. برای اینکه بخوایم این آپشن رو انجام بدیم، اول باید ماشین رو خاموش کنیم. خب بعد بیاین مستقر بشیم اینجا، یه بار قفل کنید، بعد یه بار دیگه قفل رو میزنید، حالا هولد رو نگه دارید. ماشین که استارت خورد، ببین الان اینجوری من میتونم اینو ببرم جلو. نکن شما فقط باید اینو نگه دارید. ببین الان ماشین میره جلو، همین راحتی. رفت، حالا وایسا بیا عقب. این هم از عقب اومدنش. بیا 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 بیا. بچه ها گفتم بری جلوش بایستی، نمیاد. نه حرکتی. این از این. این یه آپشنه خیلی باحاله که توی این ماشین بود، گفتم بهتون نشون بدم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. نسل جدید هیوندای سانتافه هیچی، حسن حزاقی دیگه سوراخ دوها رو پیدا کرده، هی داره بازی میکنه. من اومدم جلوش ببینم میزنه به من. نه نزد، باری کلا نزد. اینم از سانتافه نسل جدید.
امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. مرسی.